اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن ز سباون سرحدی هوتک د لغمان ولایت څخه د دریس مصادقو په غټلو سره وتوانې دللم چې سیم فینل ته لاره پیدا کړم او د ملي ټیم کې خپل ځای خپل کړم او غواړم چې اتل شم او د افغانستان بیرغ په جهان کې وځلو سلام عرض ادب شما محترم ما در مسابقات ملی به طرفداران اشراق نمودیم و سه حریف خود را شکست دادیم و میخوایم حریف چهارمی خود را شکست بدیم و وارد فینال شویم مسابقات سیمی فینال آغاز نمودیم به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر بیننده های عزیز شاهد مسابقه نیمه نهایی وزن 54 کیلوگرم رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو افغانستان هستند نهمین دوره رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو و دومین دوره رقابت های محصلین انتخابی افغانستان که بینندهش هستند و قسمی که میبینند در تصویر بالا باس سفید و بروگوی سرخ سباون سرحدی هوتک هست و همچنان محمد یوسف بالباس آبی از ولایت بلخ هست در ابتدا یک دولیچاگی بسیار قشنگ را از طرف یوسف از بلخ شاهد بودین که عالی کار کرد یک لحظه و تانست که امتیاز بگیره فعلا امتیازها 8-3 هست به نفع محمد یوسف از ولایت بلخ برشکار که پیروز شوه با فاینال وزن 54 کیلوگرم راه پیدا میکنه چی موم دولیچاگی عالی و اختار داده میشه از طرف محمد الیاس بابکرخیل ایمان دوست بازم دولیو ده نو میشه امتیازها میخواست دولیچاگی بزنه بازم دولیچاگی عالی میزنه 13 نو میشه امتیازها به نفع یوسف از بلخ هنوز راوند اول مسابقه هست و سباون سرحدی و هوتک از ولایت لغمان چانس داره که امتیازها را جبران بکنه و بتونه که خودش را به امتیازها نزدیک بسازه مشت میزنه 15-9 خب حالا دوباره 14-9 بچه امتیازها که میشه و همچنان ادامه رقابت پرس میکنه حریفه بخواید دولیو بزنه همچنان نتیجه 14-9 هست به نفع ورزشکار بالباس آبی به نام محمد یوسف از بلخ بیننده های عزیز شاهد نهمین دوره مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو افغانستان و دومین دوره رقابت های محصلین هستیم عالی کار میکنه روی میزنه یک لحظه سباون سرحدی هوتک یک اختار و حالا 15-14 این سباون با هوگوی سرخ هست که باید پیش بفته مسابقات به شکل استاندارد و با امکانات خوبی که از طرف ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بر فدراسیون تکواندو آماده شده برگزار شده و همچنان مسئولین فدراسیون تکواندو افغانستان هم زحمات زیاد را در برگزاری این رویداد بزرگ که بزرگترین رویداد ملی تکواندو است زحمات زیاد را متقبل شدند و ما شاهد یک رویداد رویایی هستیم 28 ولایت همچنان مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان در این رویداد اشتراک دارند 7 ثانیه باقی مانده به ختم راوند اول ثانیه ها کم شده میره 2-1 و حالا تمام 15-17 راوند اول به نفع سباون سرحدی هوتک به پایان میرسه مهمان های زیاد هم به ورزشگاه آمدن مسئولین ورزش افغانستان مسئولین فدراسیون های مختلف ورزشی و همچنان ورزشکارهایی که هستن و آمدن و در این رویداد اشتراک دارن خب راوند دوم باید آغاز شوه و قسمی که در تصویر تماشا میکنین حالا میخوای روی بزنه سباون هوتک از ولایت لغمان روی میزنه یک لحظه امتیاز نشد 20-15 سباون روی میزنه و یک اختار هم به دست میره 16-20 میشه نتیجه راوند دوم هست
قسمی که در تصویر میبینین تلاش میکنه هر دو فایتر تا نتیجه بگیره و امتیاز بگیره. پرس میکنه حریفه. اختلاف خیلی زیاد میشه، سنسور قطع میشه، دوباره باید چک شه و سنسور یا امو وایرلس بدن هر دو ورزشکار مخصوصا از سبون و هوتک. دوباره باید تنظیم شوه و ورزشکارا باید برگردن به مسابقه. رقابت ها به شکل الکترونیک یا برقی برگزار شده. زحمات زیاد را متقبل شدن مسئولین فدراسیون تکواندو. همچنان روی می خواهد بزنه، امتیاز نشد. پرس خوب 26-16. اختلاف به در رسیده، روی میزنه یک لحظه 19-29. بازم سنسور دچار مشکل میشه و یک اخطار برای ورزشکار از ولایت بلخ یعنی محمد یوسف باید داده شوه. ورزشکاران 28 ولایت، 4 تیم از کابل، یک تیم از مهاجرین افغان مقیم ایران و یک تیم هم از مهاجرین افغان مقیم پاکستان در این رویداد حضور دارند و تمامی امکانات و همچنان کرایه رفت و برگشت محل بود و باش و همچنان خوراک ورزشکارا را ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان مهیا ساخته و دیگر امکانات که در تزیین این مکان میبینین مسئولین فدراسیون محترم تکواندو افغانستان زحمات زیاد را متقبل شدند. بدون شک دکتر نجیب الله سکندر که فعلا رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان است زحمات زیاد را با تیم کاریش که نام خدا تیم کاری زیاد است و نمیتونم که اسامی تک تکشان را ببرم، اما واقعا که تمامیشان زحمت کشیدن و فیلن شاید یک رویداد بسیار خوب و تاریخی هستیم. پرس میکنه حریفه، 32-19 هست. بازم پرس میکنه، روی میخواه بزنم عبدالیچاگی امتیاز میگیره یک لحظه. دوباره روی میخواست بزنه سباون ورزشکار از بلخ یوسف هم میخواست روی بزنه که موفق نشد. 32-21 هست نتیجه. یک اختار میگیره سباون. سباون 3 اختار تا به حال گرفته و حریفش یوسف 5 اختار گرفته. اختلاف به 10 امتیاز رسیده. 32-22. هر ورزشکار که حتی اگر امتیازاتش پیش هم باشه و اگر 10 اختاره شوه بازنده مسابقه شناخته خواهد شد طبق قوانین جدید فدراسیون جهانی تکواندو یا WTF یا World Taekwondo Federation. روی میزنه، دفاعی خوب از طرف ورزشکار از ولایت بلخ. ببینیم که اختار هر دویشان میگیره یا یکیش. بله هر دویشان میگیره چون هر دویشان تعادلشان از دست دادن. هر افتادن یک اختار داره. بسیار مقبول تیچاگی از طرف ورزشکار از ولایت بلخ به اسم محمد یوسف. تیچاگی بسیار خوب را شاهد بودیم. بازم تیچاگی روی میزنه. 30-33 میشه، خیلی مقبول. اختلاف خیلی کم شده. واقعا مسابقه جذاب را شاهد هستیم. سیمی فاینال وزن 54 کیلوگرم است. برنده به فاینال راه پیدا خواهد کرد. 35-30 و حالا تنها یک راوند دیگه باقی مانده و بعد از او ببینیم که کدامشان فاینالیسته وزن 54 کیلوگرم که وزن اول هست را البته شاهد خواهیم بود. ببینیم که کدامشون بیشتر زحمت کشیده و تلاش کرده. البته بعضی از مواقع چانس هم در ورزش هست مخصوصا در تکواندو. استاد نعمت الله حبیبی رو میبینن در تصویر که سمت سرمربیگری تیم ملی تکواندوی بانوان هم داره و در کنارش فعلا کوچنگ سباون هوتک را هم بر عهده دارم. خب
نمای زیبای را از ورزشگاه ریاست تربیت بدنی شاهد هستیم. مسابقات به شکل الکترونیک یا برقی برگزار شده. موندلیو بسیار عالی زده شد. جسا 38-30 هست. عبدالیو پشت به پشت عبدالیو میزنن ورزشکارا، بازم روی میزنه، امتیاز نشد. تلاش ها از طرف یوسف ادامه داره. چی روی خطرناک. حالا 40-33 میشه نتیجه. به هر صورت شاهد بزرگترین رویداد ملی تکواندو، یعنی رویداد ملی بزرگ ساله هستیم که در 8 کتگوری وزنی برگزار شده. ورزشکاران پیش از این حریفای زیاد را هر کدامشان موفق شدن که ببرن، مخصوصا در این وزن. بازم قسمی که میبینین همچنان مسابقه ادامه داره. هر ورزشکار که به نیمه نهایی را پیدا میکنه حداقل باید 3 حریف از پیش رو برداره. فیلیپینی از طرف یوسف از بلخ زده شد. عبدالیو سرعتی، اما دست حریفش مانع کسب امتیاز میشه به خاطر که سنسوره که در روی پای نصب است باید به هوگوی حریف باید برخورد بکنه که به یک نوع سیستم وایرلس است و هم روپایی ها برقی است، هم هوگوها، هم کلاها برقی هستند. 47-33 نتیجه هست. سی ثانیه دیگه باقی است و ختم راوند آخر، یعنی راوند سوم. برای نخستین بار هست که رقابت های تکواندو را به شکل استاندارد بیرندهش هستین. روی خطرناک 53-36 اختلاف خیلی زیاد شده. یک اختار میگیره سباون، 5 اختار سباون گرفته، 8 اختار یوسف از بلخ گرفته. لگد چرخشی و حالا دیگه تمام و وقت به پایان میرسه. برنده مسابقه سباون سرحدی هوتک از ولایت لغمان شناخته میشه و به فاینل وزن 54 کیلوگرم نهمین دوره رقابت های بزرگ سالای تکواندوی افغانستان راه پیدا میکنه و چانس از این داره که سر مدال طلا فایت داشته باشه. مسابقه بعدی باید میان دو ورزشکار دیگر برگزار شوه. رامین غفوری را در تصویر میبینین، کسی که در مسابقات جهانی نوجوانان تکواندو حتی موفق شد حریف از جمهوری اسلامی ایران ببره، که ایرانی ها در تکواندو در همون سال در نوجوانان قهرمان جهان شدن، ولی یکی از ورزشکارشان باختن. کمی رامین غفوری از افغانستان، یعنی از کشور ما، موفق شد که او ورزشکار را ببره. یه لحظات برتر مسابقه پاکات